سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه با هم دیگه دعای غریق رو بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میریم فرج امام زمانمون رو برسان، توفیق درک دولت کریمه وجود نازنین حضرت رو نصیب و روزی ما بفرما. پروردگار مهربان به عزت و جلالت قسمت میریم ما رو، فرزندانمون رو، جامعهمون رو، جامعه بشری رو از فتنه های سنگین آخر زمان در امان بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبتمون زندگی عاقلانه بود. با هم دیگه شروع کردیم و تعریف کردیم عقل چیست، قدرت تشخیص، قدرت ادراک، درک. عقل موهبت بزرگ پروردگار مهربان است به انسان که انسان رو سوق میده به سمت اعمال خیر، صلاح، پاکی، و قدرتی است که انسان رو منع میکنه، باز میدارد از فساد و تباهی یا هر آنچه که به ما آسیب میزند. این قدرت عقله. توی فضای زندگی خدمت شما خوبان عرض کردم که ما پروردگار مهربان به ما قدرت انتخاب و اختیار داده. ما می توانیم تصمیم بگیریم و اقدام کنیم و تمام تصمیماتی که می گیریم که اثر دنیوی و اخروی دارد، اثر دنیویش به جسم و روح و روان خودمون، آدمهای اطراف ما و نسل ما تا قیامت شاید اثرش بماند. این اینقدر می تونه شگرف باشه این تأثیر دنیویش. در آخرتی هم تمام اعمالی که ما انجام میدیم ثبت خواهد شد و قیامت باید پاسخ بدیم و داریم الان آخرتمون رو می سازیم. پس تصمیمات ما اساسی هن. این قدرت انتخاب قدرت بزرگی است که خداوند در اختیار ما داده. اگر که این انتخابات ما اینقدر مؤثره، پس باید پروردگار مهربان به ما توان و قدرتی رو بده که بتونیم انتخابهای درستی داشته باشیم و بتونیم جلوی نفس خودمون رو بگیریم یا جلوی آسیب به خودمون رو بگیریم. اون قدرت عقله، قدرت عقل که در وجود ما پروردگار مهربان قرار داده است. و این عقلم با آنچه که به عنوان هوش میگن فرق میکنه. این رو تو تعریف عقل من پررنگش بکنم خدمت شما خوبان. اگر که شما نگاه کنید مثلا هوش های چندگانه گازنده نگاه میکنید، بله مشخصه که این هوش ها هستن. یا در یه تقسیم بندی دیگه آی کیو داریم، ای کیو داریم، اس کیو داریم، ام کیو داریم، پی کیو داریم. اینا هوش هاست. عقل فراتر از هوش است. اینو تو قاب ذهنتون داشته باشید. عقل با هوش فرق میکند. چه بسا یک نفر لحاظ هوشی بسیار بهره هوشی بالایی داشته باشد. یعنی آی کیو خیلی آی کیوی بالایی باشد، اما اصلا عقلش رو به کار نبره. یه دزد حرفه‌ای بشه، یه قاچاقچی حرفه‌ای بشه، یه اختلاسگر حرفه‌ای بشه، با هوش بسیار زیادش یه تولیدی داشته باشه که میلیون‌ها آدم آسیب ببینن. هوش دارد، عقلش رو به کار نمیگیره. پس هوش و عقلم با هم یکی نیست. هوش زیر مجموعه عقل، عقل فراتر از اون است. اومدیم جلوتر گفتیم این عقل، اینا که دارم میگم دارم مرور میکنم جلسات گذشته رو. چرا؟ این جلسه من میخوام درباره ویژگی هایی که شخصی که عقل کامل دارد، یعنی عاقل ترین افراد دیگه، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. لذا این مقدمه رو میچینم، یه یاداوری بشه برای شما، هم یاداوری شده باشه بحث های شب های گذشته. اومدیم جلوتر گفتیم این عقلی که ما رو به سعادت میرسونه، این عقل موانعی دارد، یعنی اتفاقاتی که ما خودمون با دست خودمون کاری میکنیم که از عقلمون استفاده نمیکنیم. خودمون مانع تشخیص درست میشیم، مانع ورود به کار درست میشیم. خودمون با دست خودمون میریم به سمت کاری که اصلا آسیب میزدیم به خودمون. موانع عقل رو هفتاشو گفتم.
احتمال خیلی قوی باید در خاطر شما خوبان باشد. اما من یادآوری میکنم هر جا هم که شما یادتون اومد منو کمک کنید. تو موانع عقل گفتیم یک، پیروی از حدس و گمان. کاری که داره انجام میده تحقیق علمی روش نکرده، حالا حدسه، به ذهنم رسید، حالا ببینیم چی میشه. انسان عاقل اینجوری کار انجام نمیده. انسان عاقل اگر میخواد کاری رو انجام بده با یک فضای علمی یقینی، پایه کاملا تایید شده داشته باشه، بعد اقدام میکنه. اینکه با حدس و گمان کاری رو انجام بدیم عاقلانه نیست. اومدیم جلوتر گفتیم شتاب زدگی، عجله کردن، یک کاری رو فقط سری میخوام انجامش بدم، اطلاعات کافی رو دربارش جمع نکردم، توضیحاتش رو جلسه دو گذشته دادیم، فقط دارم عناوینش رو بهتون میگم. اومدیم جلوتر گفتیم پیروی از گذشتگان. حالا گذشتگان این کار رو انجام دادن، ما هم انجام میدیم، خوشحال گذشتگان عقلشون رو به کار نگرفتن، اشتباه کردن، دلیل نیست سنتی که قبلا بوده یا رفتاری که قبلا بوده رو ما هم انجام بدیم. پیروی از جماعت، همه انجام میدن، منم انجام بدم. پیروی از جماعت مانع عقل میشه، همه انجام بدن. اون کار باید عاقلانه باشد، شاید همه انجام بدن ولی غیر عاقلانه است، به دنیا و آخرتت آسیب میزنه. اومدیم جلوتر، پیروی از شخصیت ها. فلانی مشهور اینو گفته، باشه، شخصیت بسیار مشهوری هم باشه، تو شبکه های اجتماعی چند میلیون آدم هم پیگیریش کنن، اسم و رسم هم داشته باشه، حتی تو حیطه روانشناسی، حتی تو مباحث دینی، حرفی که داره میزنه رو توقف کن، فریب اسمشو نخور، فریب شهرتشو نخور. ببین حرفی که داره میزنه علمیست، مطابق عقل هست، بله اگر بود ازش پیروی کن، اگر نه جو شخصیتش تو رو بگیره، عقلتو گذاشتی کنار. ببین چه تو مباحث روانشناسی گفتم، تو تیتهای سبک زندگی، حتی تو مباحثی گفتم که مباحث اعتقادی است، همون آدم رو تو باید حرفش رو ببری توی حیطه عقل قرار بدی، عقلی که بیس علمی داشته باشد، البته نه با میزان تجربه خودت، منظورم اون نیستش، شاید ما ندونیم، اون اطلاعات کافی رو نداشته باشیم. و قساوت قلب، اینها موانع عقل بود. اومدیم جلوتر آفات عقل رو گفتیم. اگر که شما به من کمک کنید آفات عقل یه چندتایش رو با هم جلو بریم، خیلی خوبه که من یه امیدوارم شده باشم به شما، ببینم چیا تو ذهنتون مونده. آفات عقل چیا بود؟ آفرین، پیروی از هوای نفس. دیگه تکبر، آفرین. دیگه عجب، خودپسندی. تکبر، خودم رو از دیگران برتر بدانم. عجب، درون خودم خوبیای خودم رو خیلی زیاد فرض کنم، بدیام هم اصلا نبینم، عجب منو بگیره، فکر کنم کسیم. خوب شد، سه تا شد. دیگه غضب و خشم، خشم شد چهار تا. حب به دنیا، تمایل به دنیا، خوشگذرانی های افراطی، یعنی دنبال عشق و صفا و تفریح، انگار زندگی برای همینه، انگار من برای همین خلق شدم که خوش بگذرونیم، با رفیقا بریم این ور و نه، این زیادش عقل و تباه خواهد کرد. یه دونه دیگه مون، هرس رو کنار هم دیگه گذاشیم، تکبر و هرس و اینها رو کنار، نه نه، یه دونه دیگه مون، اینا زیر مجموعه اینها بود که گفتم، اگر شما نگید منم نمیگم، که برید فایلای گذشته رو گوش کنید، اینا زیر مجموعه ها بودش. تو آفات عقل، هفتمین آفت عقل رو گفتم، بعد از اون خوشگذرونیه یه هفتم هم داشت، اینا رو گفتیم ها، یکم برید جلوتر، هفتمیه. چند من امیدوار شدم به جلسه شما، واقعا الان زیاد طلبی، آفرین. توی حیطه زیاد طلبی و حس، چارچوب های رو هم خوبش و هم بدش رو صحبت کرد. خب اینا عقله و زندگی عاقلانه به انسان کمک میکند تا بتواند از فرصت زندگیش بهترین استفاده رو بکنه. عقل، باز این کلام حضرت رضا اینقدر زیباست که هی ما داریم تکرارش میکنیم تو این جلسات، هی داریم تکرار میکنیم، عقل هر کس دوست او و جهلش دشمنشه. و بهتون گفتم که منظور از جهل اینجا نادانی نیست که در کنار عقل قرار گرفته، نه نه نه، نادانی نیست. چه بسا یک نفر با علم و آگاهی هم یک کاری رو انجام بده که به خودش آسیب بزنه، جاهل است. لذا جهل اینجا نادانی ترجمه نمیشه.
در اصل این قدرت عقل که پروردگار ما به ما عنایت کرده. یه لحظه ششتانگ حواستون رو من لازم دارم. یه تصویرسازی ذهنی براتون داشته باشم. یه روایت فوق العاده زیبا میخوام 4 تا ویژگی عاقل‌ترین افراد رو بهتون بگم. ولی قبلش اینو باید با هم دیگه به یه نتیجه برسیم. ششتانگ حواستون رو به من بدید. ششتانگ حواس. ببینید بزرگوارا. قسمت بالا رو بذارید انسان. انسان. قسمت بالاست. اون انسان منظورم روح ماست. روح. درباره انسان که انسان چه موجودیست حرفا بسیار زیاد. اصلا نمیخوام من تو مباحث تئوری وارد بشم. فقط انسان. انسان همون روحی که میگه دست من، چشم من، بدن من. همون که این بدن به اون زنده است. ما حیات داریم. همون روح است که تا همین الانی که ما با هم دیگه داریم گفتگو میکنیم. یعنی تا همین لحظه. چه فلاسفه، چه عرفا، چه متکلمین، چه اینایی که تو فضای فیزیولوژیک بدن کار میکنن، توی بحث زیدشناسی، تا همین الان هیچ کس نتوانسته است ادعا کند که این حیاته چیست؟ که تو الان نفس میکشی، زندهی، میفهمی؟ یه دفعه روح از بدن خارج میشه، میگن مرده. همین آدمی که تا چند لحظه پیش بود یا تا دیروز پیروز کنار ما بود با هم دیگه گفتگو میکردیم، حالا بدنش اینجا افتاده میگه مرده است. قوی مرده یعنی چی؟ پیروز چی بود که الان نیست؟ اون حیاته چیست؟ تا الانی که ما با هم دیگه صحبت میکنیم هنوز پاسخ قطعی براش نداریم. نظریات بسیار زیادی داریم و در آیات نورانی قرآن هم سخن از این است که پیامبر ما از شتو درباره روح میپرسن. این امری است مال پروردگار، پیچیده است. این رو بذارید روح، همون انسان یعنی همون من ما، روح ما، نفخت و فیه من روحی، که جسم ما مرکب اوست. از این بالا یعنی از این انسان یه پله بیایید پایین تر، بذارید عقل. عقل. از عقل یه پله بیایید، دو شاخه باز کنید. اینجا رو بذارید فطرت الهی، اینجا رو بذارید نفس. نفس اماره، خواهش های ما. این عقل است که انسان با قدرت عقل بین این دو که الهی زندگی کند یا بر اساس تمایلات حیوانی زندگی کند، این عقل است که اینجا انسان از قدرت عقلش کمک میگیره برای انتخاب این دو مسیر. عقلای عالم، انسانهای زیرک از عقلشون استفاده میکنن، سراغ فطرتهای الهیشون میرن تو بندگی الهی. و پیامبران الهی و اولیای الهی اومدن به انسانها کمک کنن از عقلشون استفاده کنن. پیامبران نیومدن دست ما رو بگیرن، به زور ما رو نماز خون کنن، به زور ما رو بهشت ببرن، به زور یه نفر رو با حیا و با عفت کنه. نه نه نه، پیامبران اومدن با استدلال‌های زیبا، قرآن اومد با آگاه سازی که ما از عقلمون استفاده کنیم، بریم سراغ پاکی‌های و زیبایی‌ها و از زندگیمون عالی‌ترین بهره رو برداریم. این باز عقل است. چقدر زیباست زندگی عاقلان، چقدر زیبا زندگی آقا، چقدر جاش توی دنیای امروز خالی است. در زمانه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، در زمانه ما که تو این سالهای اخیر، تو این دههای اخیر، جریانات رسانه‌ای تو دنیا، سرمایه‌دارا تو دنیا به شدت کار میکنن تا ما فکر نکنیم. ببین چیکار دارن میکنن، فکر نکنیم، عقلمونو به کار نبندیم. از تکنیک‌های روانشناسی استفاده می‌کنن، از تکنیک‌های متعدد استفاده می‌کنن تا ما رو دنبال خودشون بکشونن، برده خودشون بکنن، ما فکر نکنیم. توی رسانه و تو تبلیغ، اینو من خودم تدریس می‌کنم، یعنی که دارم میگم دیگه با علم دارم بهتون میگم، تکنیکی داریم، یعنی تکنیک‌هایی داریم به نام تکنیک‌های اقناع. تکنیک‌های اقناع. اقناع یعنی چی؟ یعنی آموزش میدیم بهشون. من میگم بعضی وقتا تو کلاس میگم بچه‌ها این آموزش‌ها الهی نیست، این آموزش‌ها میتونه در اختیار نفس قرار بگیره و آدم‌ها رو به تباهی بکشونه. اما تکنیک دانشمندان اومدن روش کار کردن، روانشناسا کار کردن، پژوهشگرا روش کار کردن، جامعه شناسای زیادی اومدن روش پژوهش کردن که چیکار کنم. من کالان رو میخوام بفروشم، این کتابم رو، این سایتی که زدم، این سریالی که درست کردم، این فروشگاهی که دارم، وقتی طرف رو میخوام یا این فرقهی که درست کردم، این شبکه ماهواره‌ای که راهش انداختم، چی کار کنم مخاطب رو بکشونم به سمت خودم، من را ببیند. یک، وقتی دید اعتبار پدوش پیدا کنم. سه، از من پیروی کند. دیگه من هر چی گفتم چشو گوش بسته گوش کن.
و بعد دیگه میشه برده من و خودش باز برای من مشتری بیاره. 20 تا تکنیک اقناس، 20 تا قول دادم توی یکی از این برنامه تلویزیونی که درباره رسانه صحبت میکنیم، قول دادم، یعنی گفتم آقا جون هرچه باد و باد تو این زمینه میریم صحبت کنیم بفهمن مردم تکنیکای اقنا چیست، به این راحتی فریب بازیهای رسانه‌ای رو نخورن. چرا گفتم اینو؟ این قسمت رو من ورود پیدا کردم. این دنیایی است که ما درش داریم زندگی میکنیم، دنیایی که میخواد جلو عقل ما رو بگیره، میخواد جلو فکر ما رو بگیره، دنیایی که اینجوری داره کار میکنه. پس تمام زمانها طول بشر انسانها نیاز به زندگی عاقلانه داشتن، از عقلشون استفاده کنن. زمانه ما هزاران برابر، شما بگید بیشتر، یه بار دیگه هزاران برابر، یه لحظه فکر کردم نیستید تو جلسه، یه بار دیگه هزاران برابر بیشتر. این زمان ما نیاز به زندگی عاقلانه داریم، عاقلانه، عاقلانه، عقلی که هوس رو مهار کنه، که یه جلسه یادتونو گفتم عقلی که جلو فکرمونو بگیره. یعنی عقل کمک میکنه به چه چیزی فکر کن، به چه چیزی فکر نکن. این قدرت عقله که فکر رو مدیریت میکنه، که تو روایات ما چقدر این دین خوشگلیست. تو روایات ما اومده به این موضوعات فکر کنید، این موضوعات ممنوعیاته، به اینا فکر نکن. بر عقل است که کمک میکنه به این اتفاق. ببینید عقل افکار ما رو، احساسات ما رو، رفتار ما رو تنظیم میکنه. این قدرت شگرف عقل است، نعمت بزرگ الهی، موهبت پروردگار به انسانها رو کره خاکی. عقل زندگی عاقلانه. چهار تا نکته رو میخوام بگم از نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. درباره عاقل ترین مردم، شما وقتی سراغ روایات میرید یه سری روایات رو باش مواجه میشید. عاقل ترین مردم، کسایی که عقلشون کامله، اینا چه ویژگی دارن؟ تو این کلام نورانی نبی مکرم الهی چهار تا ویژگی گفتن. من چهارتا رو تقدیمتون میکنم، یاد داشتش کنید، توی برگه چاپ کنید، رو دیوار بزنید، تو صفحه گوشیتون داشته باشید، تو قاب ذهنتون مدام با خودتون مرورش کنید. این چهارتا به شدت ما کمک میکنه خودمون ببریم توی حیطه عاقل‌ترین مردم قرار بگیریم. فرمودن که الا بدانید و ان الاعقل الناس، یعنی عاقل‌ترین مردم. به به، چه قشنگه، چقدر زیباست، تو صف عاقل ها قرار بگیریم. بدانید که عاقل ترین مردم عبد عرف ربه فاطاعه. بدانید که عاقل ترین مردم کسی است که عرفه، یعنی بشناسد. ببینید دوستان خوب من، بداند با بشناسد با هم دیگه چیه؟ یه بار دیگه، بداند با بشناسد با هم، نه این که بداند که پروردگار، نه عرفه، بشناسد خدا رو. خیلی ها میدونن خدا هست، دزده میدونه خدا هست، بله میدونه، یه قاتله میدونه خدا هست، علم داره خدا هست، یه قاچاقچی یه اختلاس کرده میدونه خدا هست. اینکه دونستن خدا که چیز عجیبی نیستش که، خدا هست. نه معرفت پیدا کند با تمام وجودش به اینجا ربم اومده، اونی که پرورش دهنده ماست. عرفه، دانستن با عرفان فرق میکنه. بذارید من یه نکته تو این معرفته بگم. ببینید معرفت وقتی که هنگام اذان میشد، وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام در احوالاتشون داره، صدای اذان که میومد بدن حضرت شروع میکرد به لرزیدن، شرایط بدن تغییر کرد. برای نماز میخواست بیسته، این بدن متفاوته. آقا جون چی شده؟ صدای اذان. خب میخوام در مقابل پروردگار عالی اعلا بایستم، عظمت خداوند. این معرفته، این معرفته. خیلی فرق میکنه با من که صدای اذان بلند شد نشستم دارم یه سریال نگاه میکنم، راست کنم این خیالم نیست. این معرفته، معرفت. خود اعترافی بکنم، من خودم بگم، من پسرم 5 سالشه نماز رو کنار من با میسه نماز میخونه، حمد و قل هو الله و رکوع و سجود و دعا و دست و اینا همشو بلده، فقط تو تشهد بعضی جاهاشو بلد نیست. وقتی میرسه به تشهد میزنه رو پاش، یعنی بگید من بگم، بقیه نمازو میخونه با هم وامیسه. قشنگ یه دفعه با هم کنار من وامیسه،
شروع کردم الله اکبر، اونم گفت الله اکبر، نماز شروع کردم خوندم، منم حمد میخوندم، اونم بلند با من میخوند. من درگیر بود ذهنم. نماز تمام شد، خدای ما حمد و قل الله رو خوندیم، این بچه 5 سالم خوند، منم نفهمیدم چی گفتم، اینم نفهمید چی گفت، پس تفاوت من الان با این چیه؟ جفتمون نمازون مثل هم، اونم حمد رو خوند تموم شد، منم حمد رو خوندم تموم شدم، من نفهمیدم چی گفتم، اونم نفهمید. معرفتی در کار خوند؟ هیچ. معرفت اینجا میفهمد که عاقل‌ترین مردم معرفت دارد، میشناسد رب خدای خودشو. بذارید کلمه خدا رو بردارم، الله نیست اینجا، اصلا بدونید اینم بد نیست بدونید، ترجمه الله الله است، ترجمه الله خدا نیست. اینجا نگفت الله، میفهمد که معرفت دارد رب، یعنی رب، مربی، پرورش دهنده، میشناسد پروردگار خودش را، اون کسی که وقتی تو رحم مادر بود تک سلولی بود خدا رشدش داد، وقتی نوزاد شد تو بغل مادر خدا غذا خوردن رو بهش داد، خداوند سلولهاشو داره رشد میده، شد خردسال، شد کودک، شد نوجوان، شد جوان، شد میانسال، شد پیر، شد کهنسال. او خدایی که از همون ابتدایی که تک سلولی بود تا همین الان داره پرورشش میده، میشناسد پرورنده خودش را. آدم عاقل میدونه که این رشدی که تو سلول بدنه که مال من نیست، من که به سلول ها نمیگم چش تو ببین، این تو کار انجام میده خداست، من که نمیگم به گوش تو امواج رو بگیر، پرده یه سماق تو به ارتعاش در بیا، چکش هایی که هستید شما تنظیمش کنید، برسی به دریچه حلزون شک، اون ماده لنفاوی و پارولنفو شما به ارتعاش دریارید، شما به ارتعاش دریارید، سلول های عصبی گوش شنیدن شروع کرد فعال کردن، شما بگیرید مخابرش کنید به مغز، مغز تجزیه تحلیلش کن، حالا بگو چی داره میگه، باز داری وقتی میشنوی آنالیزش کن ببین چی داری میشنوی. مگه ما میگیم اینا همه در کسر از ثانیه به اذنه، به اذنه، به اذن خدا، خدا. در گام اول آدم عاقل، عاقل ترین انسان کسی است که میشناسد کسی که او را پرورش داده است، همین نه اطاعتش میکند، فرمان برداریش میکند. حالا خدایی که من رو از تک سلولی تا اینجا آورده، خدایی که من اینجوری رشدم داده، خدایی که من قدرت حافظه داده، خدایی که قدرت شنیدن داده، قدرت دیدن داده، خدایی که الان داره به من این فرصت رو میده، این خدا شایسته پرستش هست، اطاعتش میکنم. چرا اطاعتش میکنم؟ اون رب است، بهتر از هر کسی منو میشناسد. در ضمن تمام قوانین الهی به نفع بشر هم هست، هر قانونی که گذاشته به نفع انسان، هر قانونی که خداوند گذاشته به نفع انسان است، هر چه شکسته بشه ما آسیبشو میبینیم. این اولین قدم. یه بار دیگه بگم، الا و ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه، پروردگارشو میشناسه اطاعت میکنه. بریم شماره دوم و بعد ادامه میدهد، و عرف عدوه فعصاه، و میشناسد دشمن خودشو و نافرمانی میکنه. دو تا دشمن اساسی ما داریم، بگید ناماش چیاست؟ یکی درون، یکی برون. نفس اماره، نفس مطمئنه که قشنگه، که برخی ها گفتن نفسا قسمت بندیش اماره رو بکشیش و خفش کنی یا کنترلش کنی میشه لوامه، اونو مدیریتش کنی میشه مطمئنه. برخی ها میگن نه، هر کدومش جایگاه خودشو تو وجود انسان داره. نفس لوامه، نفس سرزنشگر، با مادرت بد صحبت کردی، عذاب وجدان گرفتی، یه ساعت بعد میری عذرخواهی میکنی، میگی ببخشید، دادگاه درون، خودت رو محاکمه میکنه. نفس مطمئنه فراتر، اینجا نفس اماره است، نفسی که انسان را به سمت میلها، به سمت لذتها سوق میدهد. دشمن درون، دشمن بیرون هم شما بگید ابلیس در درجه اول و بعد شیاطین. در مقابل دوتا دشمن رو میشناسی، با قدرت بهشون چی میگی؟ نه. قدرت نه، درون میلت کشیده گناه انجام بدی، میل است، نه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ابدا، پناه میبرم از شیطان و نفسی و
نفس اماره خودم. خودمو کنترل میکنم. دشمن شناسی و هر غیر از این دوتا رو بذارید کنار و هر کسی که این دوتا رو پرورش میده، هر که میخواهد باشد. میتونه معلم من باشه تو ابتدایی، تو متوسطه و تو دانشگاه، میتونه همکار من باشه، میتونه توی آپارتمان باشیم، میتونه بچه خواهر و بچه داداش من باشه، میتونه تو فامیل من باشه. هر انسانی، هر انسانی در هر شبکه ماهواره‌ای، در هر شبکه فضای مجازی، در هر دیدار حضوری که بر اساس نفس اماره و شیطان به ما سفارشی کند دشمن است. هر که میخواهد، خدا گفته نماز بخون، این میگه نه بدون دشمنه، فعصاهو به حرفش نکن، گفته روزه بگیر، این آدم مسخره کرده روزه رو، بذارش کنار، این دشمنه. هر کی میخواد باش، یه جایی حرمتش به شدت برامون لازمه، پدر مادرمون باشن، یه جایی اصلا نیازم به این نیست. منم به شما میگم توی اینجور آدم ها که الان گسترش هم پیدا کردن و به شدت هم بیادب شدن و گستاخ، یه بلاگر توی اینستاست یا توی فضای اجتماعی، شبکه اجتماعی، به راحتی قوانین الهی رو به زیر سوال میبره، نمیدونم جلسات روزه رو مسخره میکنه، نماز رو مسخره میکنه، به راحتی حجاب رو، حیا و عفت رو مسخره میکنه. این آدم رو تو جنبال کننده هاش نباشی، یا تو یه دونه سیالشکرش هم نباش. 10,000 تا دنبال کننده داره، 2,000,000 دنبال کننده داره، تو نباشی یا دنبال هیچ کدوم از اینا نباشی. حتی من بهت پیشنهاد میکنم که صفحش هم نبین، که یه دونه بازدید کننده به بازدید کننده هاش اضافه بشه، همون کارم نکن. یه دونه سیاه لشکر دشمنان دین نباشی. این روزها که برخی از شرکت ها، برخی از مؤسسات غیر دولتی که آزادن، میان کارمنداشون رو به صف میکنن، از زن و مرد بیهجاب عکس میذارن، گستاخی میکنن، تو دیگه از اون آدم و اون فروشگاه خرید نکن. کسی که در مقابل قوانین الهی با بیادبی و گستاخی میسته، نباید مورد مخاطب ما باشه. بعد بدونه که ما باش بیمهریم، بره اصلاح بشه، بیادب نباشه، قوانین الهی رو زیر پا له کنه و بعد ما بهش لبخندن بزنیم. نه، باید ما به عنوان موحد برای قوانین الهی چارچوب قائل بشیم. اینم شد دومینش. یعنی چی؟ یعنی دومین ویژگی عاقل ترین مردم اینه که دشمن رو میشناسن و برخلاف امرش انجام میدن. ببین این روزهایی که ما هممون لباس مشکی پوشیدیم، عزادار حسین ابن علی هستیم و در این مصیبت میسوزیم، برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای تو این ایام به موجیاشون گفتن لباس قرمز بپوشن. قرمز میپوشن. گفتن عمدن برنامه هاتون رو شاد اجرا کنی. قبل تو زیاده شده چی میخوند؟ یا اومن فرحت کی؟ اونا شادی میکردن. الان هم شبکه من و تو داره این کار انجام. این چقدر جالب شد؟ یه صف آرایی داره شک میگیره تو دنیا قبل از ظهور امام عصر. یه صف آرایی خیلی جالب که کسانی که اخلاص در توحید دارن، دارن خالص میشن و یواش یواش جدا میشن. کسانی هم که اون طرفی هم تو یزیدن و یزیدیان و شیاطین دارن میرن اون طرف. بریم شماره 4-3 ببینیم چی شد. شماره 3 و عرف دار اقامتهی و اصلح ها. سومین ویژگیشون اینه که عرف میشناسن قیامت رو، که قیامت محل اقامت هست و قیامت خودشون رو اصلاح میکنن، آخرت خودشون رو اصلاح میکنن. چند قشنگ شد. پس ما اینجا مسافریم. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ ما اینجا مسافریم. مسافر، محل اقامت دائم ما آنجاست، زندگی بعد از مرگ. برزخ هم تازه گذراست. میریم بعد از برزخ، بعد از قیامت، اونجا محل اقامت است. اینجا ما موقتیم. 50 سال، 100 سال، 200 سال، تمام شد رفت. بعد مسیر اونجاست. اینجا محل اقامت، پس باید اونجا رو آباد کنیم. هر کاری میکنی اخلاص برای خدا، برای قیامت، خالصانه برای خدا. هر کاری میخوای بکنی یه لحظه توقف کن. این کاری که میکنی آخرت تو اصلاح میکنی یا آخرت تو داری تباه میکنی؟ هر کاری که مطابق عقل است اصلاح آخرت است، مطابق نفس اماره است
تباه کردن آخرت است. شماره 4ش هم بهتون بگم و میفهمد که و عرف سرعته و رحیله فتوزد و دلها و عرفه معرفت دارد، میداند که سرعت به سمت مرگ زیاده، پس سریعتر توشه برمیدارد، تلاششو بیشتر میکنه که آخرتشو آباد کنه. مسافر رو در نظر بگیرید، تو مسیری که داره میره، رفته یه شهری اقامت، 24 ساعت وقت داره اینجا بمونه، تو مسیری که داره میره 24 ساعت یه جایی رفته، محل اقامت رو پیدا کرده، یه هتلی، بعد 24 ساعت از الان تا 24 ساعت بعد تا وارد شده، وارد این اتاق شده، محلی که گرفته، اتاقی که گرفته، نگاه میکنه میگه نه، این رنگ دیواره به دلم نیست، رنگه رو عوضش کنیم، یک کاغذ دیواری سه‌بعدی بزنیم لذتش رو ببریم، مبلاش هم جالب نیست، این چه تختیه گذاشتم، این چه تلویزیونه، این سری به دست به کار میشه که اینا رو جمع و جورش کنه، به روز رسانیش کنه، کامل تحویلش بگیره. بعضی وقتا هم تو همین به روز رسانی کردن بازنش دعوا میکنه اینوری باشه، این مبل بهتره، یا اونوری باشه، تلویزیون اینور باشه یا اونور باشه. تو همین جنگ و جداله که چگونه این اتاق رو مجهزش کنند و به سلیقه خودشون بچینن، صدای در میاد. کیه؟ میگه این یکی از این هتل داراست اومده، میگه بفرمایید. میگه شما 24 ساعت وقت داشتید، تمام شد، دیگه باید برید. ما تو زود داشتیم میچیدیم. نه، اون شما 24 ساعت بیشتر وقت نداشتیم. اینجا شما محل اقامت شما نبود. مثل که شما فراموش کرده بودید که اینجا چید؟ اینجا چید؟ شما مسافرید. قرار بود اینجا باشید برید. شما اینجا مسافرید. اشتباه بهتون گفته بودن. درگیر شدی. اینجا ما مسافریم. یادتونه بهتون چی گفتم تو جلسه گذشته؟ گفتم به دنیا فکر کن. قطعاً ادبیات دینی ما تک بعدی نیست. شغل خوبی داشته باش، سعی کن درآمدت مناسب باشه، ازدواج کن، صاحب فرزند شو، از لذت‌های حلال دنیا قطعاً استفاده کن، تفریح درست داشته باش، ولی سر سجاده عبادتت هم باش، نماز شب هم داشته باش، قرآنت هم بخون. بس سه تا نکته گفتیم با هم دیگه. گفتیم یک، دنیا را داشته باشید به اندازه، حریص نباشید. دو، از مال حلال به دستش بیارید. سه، بهش دل نبندید. اینجا دنیاست، اینجا محل اقامت نیست. سه چیز رو نمیدونیم، کی، کجا و چگونه میمیریم نمیدونیم، کی میمیریم نمیدونیم، کجا نمیدونیم، چه مدلی نمیدونیم. این دنیا محل گذره. چقدر شما اطرافیانی داشتید که دیروز داشتی باهاش صحبت میکردی، یه دفعه فردا پیام بهت اومده که فوت کرده. ای مگه دیشب داشتیم با هم صحبت میکردیم؟ خب بله، قصه دنیا همینه دیگه. باز خبر ما رو به یکی دیگه میگن. ای این که دیشب داشت صحبت میکرد که، به همینه. دنیا محل اینه که در حین رفتن که داریم میریم، یه دفعه جناب ملک الموت تشریف میارن، میگن که بیسید، وقتتون تمام شد. میفهمد که این آدم میداند، عرفان دارد، معرفت دارد، میداند سرعت زیاده، ثانیه ها برای ما متوقف نمیشوند. نوزاد بودی، اومدی خردسال شدی، یواش یواش تو اون نوزادیه لبخند میزدی، چه ذوقی میزدن پدر مادر، یواش یواش دیگه شیر تنها کافیش نیست، غذا هم بهش بدید، حالا سینه خیز کنه، حالا دست بگیره به این ور اون ور، چهار تا راه بره. یواش یواش شدی خردسال و شدی کودک و یواش یواش نوجوان و جوان و رفتی میانسالی و پیری و کهولت. تو این قطار زندگی هر کدوممون مهلتمون به پایان برسه، دستمون رو میگیرم پیادمون میکنم، فرصت تمام شد. ناگهان بانگی برآمد، تمام شد رفت. امن بله. خب اینا دنیا چی؟ بله دنیا قشنگه، مدرک دکترا داری، مهندسی، کارشناسی، استاد تمام دانشگاهی، وکیلی، وزیری، نماینده مجلسی، استانداری، فرمانداری، بخشداری، رئیس اداری، معاونی، تو کارگاهت چند نفر زیر دستتن، یه کارگری، هر چه میخوایی باش، با سوادی، بی سوادی، نمازخونی، بی نمازی، زنی، مردی، هر چه میخواهیم باشیم، فقط اینو بدونیم تمام اون چیزی هم که تو دنیا داریم قراردادی بیش بگید. بازنشستهایی که تو جمع ما هستن شهادت بدم، بازنشسته ها، تشویقیایی که زمان کارت میگرفتی الان که بازنشست شدی چقدر به دردت میخوره؟ شهادت بدید. هیچ. یه بار
اضافی. الان اینا میان میگیرن این مواد بازیافت رو میکشن، یه دونه مثلا قطعی مایه ظرفشویی بهت میدن و تو ذوق زدی تو این تشویقی هایی که من دارم میدم، تشویق وزیر، نماینده وزیر، استاندار. من این تشویقی میگرفتم چقدر ذوق میزدم. الان دادی چند بسته نمک گرفتی. کوش چی شد؟ این قراردادهای دنیایی است. یه زمانی استفاده میشد، حالا مفت. آره اینجا بهت میگه آی مهندس، آی دکتر، اینجا اسمان اینجاست، آی فلانی اونمان اینجاست، حالا لحظه جان دادن داره نفس آخر میکشه، آی دکتر میشه چند تا نفس دیگه بکشید؟ اینجا دکتر چیه دیگه، ولش کن، خیلی خوشگلی، مال اینجاست، رفتی بدنسازی به بدنت رسیدی، مال اینجاست، اینجا دنیاست، دنیا دنیا. اینو قرار دادی ما ذوق میزنیم. تازه همینم من بهتون بگم، توی جامعه شناسی باب به نام فرهنگ، تازه این ذوق زدن هم به ما تلقینش کردن، یعنی خیلیاش تو حیطه فرهنگ که موج درست میشه. آخه تازه زائقه سازی کردن که الان دنیای زائقه سازی است که درستش میکنن. عاقل ترین مردم یک، پروردگار خودش را میشناسد، از او اطاعت میکند. دو، دشمن خودش را میشناسد، به شیطان و نفس اماره و هر که میخواهد ما را از خدا دور کند نمیگوید، مخالفت میکنه. سه، میداند محل اقامت جای دیگر است، اونجا رو اصلاح میکنه. چهار، میداند سرعت رسیدن به اونجا زیاده، تلاشش رو برای توشه برداشتن بیشتر میکند. وجود نازنین امام صادق علیه السلام در احوالات امام باقر علیه السلام میفهمد که پدرم دائم و ذکر بود، بین لقمه های غذا هم ذکر میگفت. این فرصت هم من از دست ندم. تو روایات ما داریم جلساتی رو که دور هم دیگه جمع میشید، اگر تو اون جلسه ذکر خدا نباشد، ذکر اهل بیت نباشد، این جلسه قیامت باعث حسرتت میشه که ما دور هم دیگه جمع شدیم یادی از خدا نکردیم. قدیمی ها که شرف و حضور دارن میتونن گواهی بدن، این بود که دور هم دیگه جمع میشدن، تو مهمونی نشستن، یه جلسه حتی عروسی دور هم دیگه دوستا جمع شدن، تا یکی میومد میگفتن خاتم انبیا محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، با حضور یه نفر یه دونه صلوات میفرستادن. قدیمی ها باز هم تو همین مشهد و رضا یادشونه، من یادم اون موقع بچه بودم، این مینوبوس ها بود توی سطح شهر و اتوبوس هایی که رفت آمد می کردن، مسافر ها می اومدن، مخصوصا قدیمی تره سوار می شد، تا ایستگاه بعد مخصوصا به سمت حرم که می رفتیم یه 100 تا 200 صلوات فرستاده بودیم، هر کی می اومد می گفت. بین چقدر زرنگه، ما که نشستیم توی این اتوبوس این مسیر رو داریم میریم، چرا زبانم بیکار باشه؟ از فرصت استفاده کنم، توشه بردار برای آخره. وقت تو پای فیلم ها و سریالات سپری نکن، تو این گوشی، تو پلتفرم هایی که هست، بعضی ها دنیای فیلم هست با مدل های مختلف. چرا؟ اون پلتفرم دلش برای تو نسوخته، اون میخواد مشتریشو بیشتر کنه که یه تبلیغی گذاشت به این میزان این تو من سود ببره. تو با اون فیلم عمرتو تباه میکنی، به جهنم میری یا نمیری برای اون فرقی؟ او جیبش را نگاه میکند، من باید عاقل باشم که به حرفش، او پولش رو میخواد، من باید عاقل باشم. این کانالی که درست کرده، این صفحهی که تو این ایستا زده، این کانال یا صفحهی که درست کرده، با تبلیغی که میکنه، با شماره دنبال کنندهایی که داره، برای هر تبلیغش یه مبلغ قابل توجه میگیره و بعد بخاطر اینکه مخاطبش رو بیشتر کنه میاد یه کانال میزنه، کانال سریال و فیلم. چند هزار تا فیلمه. تو درگیر نشی، تو زرنگ باش، فیلم نگاه کن به اندازش، هم فیلمی که نگاه میکنی درست باشه، هم وقتی که میذاری درست باشه. ولی بدان اینجا محل گذر است، اینجا دنیاست، کسی در دنیا جاودان است. هیچ قشنگ شد. خب من میخوام تو این زندگی عقلانه یه عقلانیتی رو در مقابل دیدگان شما قرار بدم که این عقلانیت در اوج خودش شکل گرفت. عقلانی ترین کاری که وجود نازنین حضرات معصومین عاقل کاملن ها انجام دادن و ما الان سر سفره این انقلاب سر تا سر عقلانیت نشستیم، قیام ابا عبدالله حسین است.
امام حسین علیه السلام بعد از جریان مرگ معاویه و اومدن یزید سر کار، یزیدی که میمون باز است و سگ باز، شرب خم میکنه، یزیدی که عیاشی میکنه، یزیدی که قوانین الهی رو زیر پا گذاشته و گستاخی میکنه، دیگه کارش به جایی رسیده که قرآن رو دیوار میذاره، تیر و کمان دستش گرفته به قرآن تیر میزنه و شعر میخواند که تمام شد، پیامبر تمام شد، وحی تمام شد، اسلام تمام شد، تمام شد، نبوت و قدیر رو گذاشتیم کنار. اینجاست ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اگر سکوت کند بساط اسلام چیده می شود برای شیعه و سنی. این همه خدماتی که اسلام تو طول تاریخ داده، تو طول تاریخ بشر داده، اون زمانی که اسلام در اوج خودش به عنوان یک تمدن بزرگ رو کره زمین بود، به عنوان تمدن بزرگ رو کره زمین، و در زمانی که هنوز صنعت چاپ اینگونه گسترش پیدا نکرده بود، مسلمان ها کتابخونه های چند میلیون جلدی داشتن و تو جنگ های صلیبی اونها دسترسی پیدا کردن و علم رو به اون طرف بردن و از علم دانشمندان مسلمان استفاده کردن، تمام اینها و الانی که مستکبرین عالم و گردنکشا نمیتونن هر غلطی بکنن و اسلام ایستاده است، به برکت قیام ابا عبدالله الحسین است. نبوت باقی ماند، قدیر باقی ماند، اسلام باقی ماند. این فرصت ایجاد شد برای امام باقر، امام صادق علیه السلام. فرصت ایجاد می شود برای قیام وجود نازعین امام است. به برکت این قیام است. این قیام باید یک قیامی باشه بزرگ، قلبها رو تو طول تاریخ بشر بلرزاند، بلرزاند. لذا چه اتفاقی افتاد؟ اگر سکوت می کرد بساط توحید زندگی عاقلانه رو کره زمین برداشته می شد. لذا امام حسین علیه السلام گفتن قیام می کنم. اگر تو مکه میمان دور مطاف حضرت رو به شهادت میرسوندن، خون حضرت تمام میشد. اینجاست باید قیام کند. قیام اینگونه نه، خانواده هم میان، خانواده میان. چرا؟ حسین در این انقلابی که میخوای برپا کنی باید خونهایی ریخته شود. ما هم هستیم تا بشر بیدار شود. خواهش میکنم دلایل قیام رو و آثار قیام ابا عبدالله الحسین رو بخونید. هر جایی که دیدید دشمنان یعنی شیاطین انس و جن بیشتر حمله میکنن، بدونید اونجا بیشتر به نفع بشر است و به نفع جبهه توحید. این روزها که این همه شبهه ایجاد میکنن، امام حسین برای این نمیدونم فلان موضوع قیام کرد، برای این قیام کرد، اونها چرا ما باید اینجا بشینیم، دقیقاً جایی است که باید بدانید اینجا باید توقف کرد. قیام کرد، چگونه قیام کرد؟ مثل امشبی، امروز روز تاسوعا، جنگ قرار بود امروز شکل بگیره. وجود نازعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ابوالفضل عباس و چند نفر رو فرستادن به سمت لشکر عبیدالله زیاد عمر سعد، یک روز رو وقت گرفتن. امروز توقف پیدا کرد، امشب فرصتی داشتن یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چه اتفاقاتی امشب افتاد؟ اولا می دانند فردا روز جنگ است و روز کشته شدن و شهادت. زینب کبرا، من دو تا نقل رو بهتون میگم. زینب کبرا نگران است. فردا چه خواهد شد؟ این یاران فردا پا رکاب امامش زمانشان می مانند؟ می دونید باید حق بدیم به زینب کبرا. می دونید چرا؟ چون زینب کبرا مظلومیت امام حسن رو دیده، مظلومیت باباش علی رو دیده که در لحظات حساس امام زمانشون رها کردن. این نگرانیه حبیب ابن مظاهر وقتی دید یاران رو جمع کرد، پاشید بیاید، زینب نگرانه، زینب رو نباید نگران بذارید. امام حسین علیه السلام یارانشون رو جمع کردن در خیمه، هیچ فرمانده نظامی در هیچ جای دنیا کاری که امام حسین کرد و انجام نمید. هیچ فرمانده نظامی. معمولا فرمانده نظامی وقتی عرصه تنگ می شود، دشمن محاصره کرده، یک کسی اجازه رفتن نداره، بمونید. امام حسین علیه السلام یارانشون جمع کردن، خطبه ای خوندن. خانوادهی بهتر از خانواده خودم سراغ ندارم و یارانی با وفاتر از شما در طول تاریخ.
این جملات که گفته شد و فراوان حضرت این جمله رو گفتن: به فدای حسین، چه امتحان سختی گرفته. کسی باید پای رکاب امام بماند که خالص خالص شده باشه. حضرت فرمودن اینها با من کار دارن، من بیعتم از شما برداشتم، میخواید برید برید. کسانی بلند شدند و سخن گفتند. ابوالفضل عباس بلند شد، مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین، یک عثمانی بود با کلام حضرت دگرگون شد، برگشت. بعضیا این گونه گفتند: حسین، اگر تو این مسیر کشته شویم، 70 بار بدنهامون قطعه قطعه شود، قطعه ها رو آتش بزنن، دوباره زنده شویم، میستیم و از تو دفاع میکنیم. عجب یاران. اینجا همون جاییست که قاسم ابن الحسن گفت: احلا من الاسد. اینجا تاریخ نویسا نکته تلخی رو نوشتن، میگم بعد از اینکه صحبت ابا عبدالله تمام شد و عده‌ای از یاران اعلام وفاداری کردن، دیدیم کسانی رو که وسایلشون رو جمع کردن، مرکبشون رو از سیاهی شب استفاده کردند و رفتن، یعنی حسین را تنها گذاشتن. امام حسین علیه السلام فرمود: اگر خواستید برید برید، اینقدر برید که سیاهی لشکر رو نبینید. چراشو من به شما میگم، فردا در اینجا صدایی بلند خواهد شد: هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی هست من رو یاری کنه؟ اگه این صدا رو شنیدین، دیگه نباید بی تفاوت ببونی، باید به یاری امام زمانت بیای. رفتی برو. یاران ماندند. میدونید امشب تو خیمه های حسین چه خبره؟ امشب زمزمه قرآن است. قرآن میخونند. امشب نماز شب میخونند. امشب ذکر میگن. امشب توبه میکنند. امشب با خدای خودشون خلوت میکنند. تو روایات داریم بعضی هاشون با هم شوخی میکردن. امشب شب وداست. ازی میدید من یه نکته بهتون بگم؟ به دل زینب چه گذشته خدا میداند؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام دستور دادن خیمه ها رو به هم نزدیک کنید، از سه طرف پشت خیمه ها رو حصار ببندید. چرا؟ می دانند که فردا اینها به خیمه حمله خواهند کرد. می دونیم امشب باید چی بگیم؟ شاید زبان حال باشه دیگه، زبان حال زن و بچه‌ای که اینجا هستن، شاید زبان حال این باشه: نکنه ای صبح طلوع، نکنه ای صبح طلوع، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، نکنه ای صبح طلوع. اجازه میدید من بیت بعدیش هم براتون بخونم؟ نکنه ای صبح طلوع، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، فردا بدنش زیر سم اسوال است، نکنه ای صبح طلوع. امشب شب عاشورایی گریه کن. قدر این گریه رو بدون. یا دیشب بهت گفتم این گریه اعجاز میکنه، اعجاز میکنه. این گریه آشتیه با خداست. این گریه زنگار قلب رو پاک میکنه، قساوت قلب رو از بین میبره. این گریه تواضع میده. این گریه ارتباط با امام زمانه. لذاست میگه که تو مصیبت حسین عشق بر چشت حلقه زده، هنوز بر گناه جاری نشده، گناه تو بخشی. چرا؟ میدونی چرا؟ چون تو با این گریه الهی شدی، خدایی شدی، توبه کردی. با زمان شعر با هم بریم جلو. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فرداز خون عاشقان این دشت دریا می شود. امشب کنار یکدیگر بنشسته آل مصطفی، فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا می شود. امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید، ولی فردا صدای الامان زندهش برپا می شود. اینو میگم برای اونایی که
دنبال بهانه میگردن گریه کنن. هرچند اگر از من بپرسی اصلا امشب نباید دنبال روزه رفت. پس چیکار باید بکنی؟ امشب فقط باید بشینی بگی حسین. همین بس. فقط حسین. امشب باید با نام حسین گریه کنی. بعد خواستی شور بگیری بگو الاتش. امشب کنار مادرش لب تشنه اسقر خفته است. فردا خدایا بسترش آغوش صحرا می شود. امشب که جمع کودکان در خواب ناز آسوده اند، فردا به زیر خارها گم گشته پیدا می شود. امشب رقیه حلقه زرین اگر دارد به گوش، فردا دریق این گوشوار از گوش او وا می شود. نه 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 نه، گوشواره ها رو در نیاوردن، کشیدن. امشب به خیل تشنگان عباس باشد پاسبان، فردا کنار علقمه بی‌دست سقا می شود. چقدر سخت این شعرها. امشب بود جای علی آغوش گرم مادرش، فردا چو گلها پیکرش پامال اعدا می شود. امشب گرفته در میان اصحاب سال الله را، فردا عزیز فاطمه بیار و تنها می شود. این بیت خیلی سنگینه، نمیدونم چیکار میکنید شما با این بیت. من نمیدونم. امشب به دست شاهدین باشد سلیمانی نگین، فردا به دست ساربان این حلقه یغما میشود. چگونگی شما من نمیگم. برو مقتل بخور. اومد انگشتر رو دریاره در نیومد. امشب سر سر خدا بر دامن زینب بود، فردا انیس خولی و دیر نصارا می شود. از حق باید بگیم، نکنه ای صوب طلو، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. نکنه ای صوب طلو. اجازه میدید حالا که دلهاتون اینقدر آماده است، من از زبان امام زمان چند جمله بگم. امشب قلب وجود نازنین امام عصرمان چه میگذرد؟ گریات و نذر ظهور کن. نذر ظهور کن. کنار کعبه خودش را معرفی میکند. پنج جمله میگه، خودش را معرفی میکنه. انشاءالله زنده باشیم و بشنویم. الا یا اهل العالم، ای مردم عالم. الا یا اهل العالم، انا الامام القائم الثانی عشر، ای مردم عالم، من اون امام قیام کننده دوازدهمم که وعدش و پیامبر داده بود. الا یا اهل العالم، انا سمسام المنتقم، ای مردم عالم، من شمشیر انتقامم. چقدر مستکبرین خون مظلومه ها رو ریختن. شمشیر انتقام اومده. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتلوه و اتشالا. ای مردم عالم، میدونید من کیم؟ من همون کسیم که جدم حسین و با لب تشنه شهیدش کرد. بگم این کسی اگر فکر نمی کنه ولی کسی هنوز نتونسته گریه کنه، دیگه الان وقتشه. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین ترعوه و اوریانا. ترجمه دیگه نمیخواد. میدونید من کیم؟ من همونیم که جدم رو بدنش و اوریان تو زمین کربلا سه شبانه روز. این بند پنجم و ترجمهش رو فقط میگم رد میشم. فقط رد شدم. شاید بعضی ها نتونم دیگه طاقت بیارم.
الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوق و عدوانا. بگم یعنی چی؟ یعنی وقتی بدن رو زمین کربلا بود دستور دادن 10 تا اسب و نعل تازه بزنن. بعد وقتی این اسب رو بدن میره و برمیگرده از اون بدن تو خاک چه میماند؟ سحقو و عدوان و باز هنوز من ترجمهش نکردم و هنوز من ترجمهش نکردم. روم نمیشه بگم. چی بگم؟ چجوری بگم؟ به اینجوری بهتون بگم، اینجوری شاید بهتر بفهمیم. میدونی چه اتفاقی برای این بدن افتاد؟ زینب کبرا اومد تو گودی قتلگاه، هرچه گشت داداشو پیدا نکرد. میفهمی یعنی چی؟ آره؟ ببین بر این بدن چه گذشته؟ بس بچه شد حلقه زد شب عاشوراست. اگه ما نخواهیم امشب بلند بلند گریه کنیم و کی قراره گریه کنیم؟ امشب برای ظهور دعا کن، برای جوونا، برای اونایی که بی نماز شدن، از دین فاصله گرفتن، اسیر این شبکه‌های اجتماعی شدن، اسیر این بازی‌ها شدن، خدا رو گذاشتن کنار، برشو دعا کن. وقتشه. و یه کار دیگه هم بکن. میدونی چیکار کن؟ بگو خدا منو تو لحظات معصیت و غفلت دیدی، تو روضه حسینم ببین. من اینجوری بگو، زرنگ باش، بگو خدا به خودت قسم من اینم که اینجام. اونجا تو غفلت من اسیر نفس بودم، من میخوام اینجا زندگی کنم، زیر پرچم حسین زندگی کنم، حسینی زندگی کنم. بعد میدونی چه اتفاق میرفته؟ مثل فردایی حسین رو بدن جونم اومد. اینجوری زندگی میکنیم، لحظه جان دادن. ابا عبدالله الحسین رو ببینیم، بگی که تو دنیا برای من سوختی، من تو این لحظه تنهاس نمیذارم. شب گریه است، هنوز قرار گریه کنیم، هنوز قرار عزاداری کنیم، هنوز تازه شروع کردیم، قرار عاشورایی گریه کنیم. این مقدمه است. من بهش، من هنوز مقتل نخوندم، من چیزی نگفتم، عزیز دلم خواهم گفت. هنوز داریم با هم دیگه مقدمه رو میریم جلو. فردا چه گذشت بر حسین، چه گذشت بر زینب، چه شد بر علی اکبر، بر علی اصغر، بر ابوالفضل، بر حبیب، بر مسلم، فهمه اینا فردا بوده. هر جا که سخن منو میشنوید، به کوری چشم تمام اونایی که تو این سالها تلاش کردن ما رو از حسین جدا کنند و خدا به لطف و عنایت خودش ما رو اینجا نگرمون داشته، فریادتون رو 3 مرتبه بلند کنید: لبیک یا حسین، یا حسین.